یکی از مهندسین عزیز و قدیمی که ما سالیان سال میشناسیمشون، یعنی آقای دکتر ندافیان میشناسن، جناب آقای مهندس سجادی هستن که در شرکت کاشی یزد ایشون در حقیقت همه اون چیزهایی که یاد گرفتن رو به قول خودشون از ایشون یاد گرفتن. سال 67 بود که شروع کردیم، تا قبل از اون شما خیلی جای دیگر رو بودین و استارت زده بودین. سال 56، آخرای 56 وارد دنیای سرامیک شدم. اولین کارخونه چند تا که... کارخونه اون موقع در حال تولید بود آقای مهندس؟ 56 اون موقع 5 تا کارخونه دیواری بود و 2 کارخونه کف بود. انتهای سال 63 من از اونجا رفتم و دوستان من که اونجا بودن بعدن کارخونه کاشی مرجان رو زدن. بعد از اونجا که من رفتم کاشی خزر که تازه میخواست راه بیافته، هنوز نسل نشده بود. در این دوره سال 64 کلن من برای آموزش سرامیک برای خودم به شرکت ساکمی ایتالیا رفتم. حدود یک سال من اونجا بودم. حدود 65 کارخونه کاشی اونجا رو من دیدم. بعضی از کارخونجات رو من 15 روز درش آموزش دیدم، مثل مرتسی، ایریس بودم. زمانی که کاشی اصفهان بودم من در حد دکترای این رشته من کتاب خوندم. من در اون کارخونه 16 ساعت کار میکردم، 8 ساعت حقوق میگرفتم، 8 ساعت دیگر رو برای خودم مطالعه میکردم. یه چیزی در حدود 2 ماه در شرکت کلوروبیای ایتالیا من آموزش لعاب، انگوب و اینجور چیزا دیدم. یک ماه در آلمان، اونجا شرکت دگوسای آلمان، من اونجا برای لعاب رفته بودم، لعاب و رنگ و دکور. همچنین حدود یک ماه و نیم، نزدیک 2 ماه در فروی هلند. فکر نمی کنم کسی توی این صنعت این همه وقت گذاشته باشه برای تکنولوژی و یاد گرفتن. طبق توصیه یکی از دوستانم به اسم آقای مهندس شریفی که در کاشی اصفهان هم در خدمتشون بودیم، ایشون فرمودن که یه کارخونه است در یزد که الان داغون شده، یعنی یه چیزی ازش باقی نمونده. به اتفاق همین آقای ندافیان که اون زمان درس میخوندن و هم درس میخوندن هم کار میکردن اونجا، ما دوتا تونست آقای دکتر جندقی اونجا راه انداخته بود که حتی مدیریت عامل اونجا کاشی یزد فکر میکرد حالا که اونا راه افتادن ما دیگه نمیتونیم بفروشیم. بعدش کبیر اومد. موقعی که کبیر مخواست راه اندازه من از اونجا رفتم جای دیگه. گروهی از کاشی تبریز کف اومده بودن اونجا و از من خواسته بودن که من کمکشون کنم. طی این 16 سال من کارخونه‌های دیگه ایرم رفتم، راه اندازی کردم، فرمولاشون رو دادم که مهمترینشون کاشی تبریز، کاشی سمنان، کاشی دامغان، هر شبت که رنگ دامغان، هر شبت که کاشی سنندج، اصلاح سنندج. اینا کارخونجاتی بودش که من ضمن این که کاشی تبریز کف بودم اونجاها هم میرفتم. گفت چرا نمیری گلدیس؟ گفتم گلدیس مگه کارخونه است؟ گفت آره، یه کارخونه کاشیه. و یه چیزی شنیده بودم، من شنیده بودم که گلدیس کارخونه پخت سومه. با شخصی مواجه شدم که این شخص هیچ اطلاعی از کاشی نداشت، هیچ گونه اطلاعی نداشت، ولی آدم بسیار باهوش و بسیار مثلا مدیر خوبی بود. شرکت ایفا سرام، حتما اسمش آقای محققی. بمون اینجا، من میخوام بزرگترین کارخونه ایران بشم. بهترین کارخونه میگم، شاید کاشی تبریز خیلی کارخونه خوبی باشه، ولی اگر خوبی رو به نسبت تولید بگیرین، این اوله. آقای حسنزاده و پسرش بودن، اینا اصلا تو کار کاشی نبودن ولی مدیر بودن.
آقای مالک، به قول معروف هیچ موفقیتی بی دلیل نیست دیگه، یعنی همه این مواردی که شما دارید میفرمایید همشون پشتش یه تفکر، یه اندیشه بزرگ نهفته است. آدم هایی بودن که مثل آقای محققی، مثل آقای حسنزاده و مثل آقای دکتر اوسیا که حالا بعدن توضیح دکتر اوسیا آفرین، بله، آدم هایی بودن که موفق بودن و من دلیلش رو دلسوزی، پشتکار و ادغام کارمایه با سرمایه میدونم. آشی سمنان، آقای دکتر اوسیا که واقعا ایشونم یکی از مدیران برجسته این رشته بودن و من ارادت خاصی نسبت به ایشون دارم، همشهری ما هم هستن، الان آقای مهندس قائمی هم با ایشون همکاری میکنن و خب مهندس قائمی هم همکار خوبان، خوبان همه جمع هم. آقای مهندس، من دلم میخواست که اینو از خودم بگم که آقای دکتر روسیا رو در واقع ایشون که نیازی ندارم که از طرف من این گفته بشه، ولی واقعا من همیشه رول مدل من بوده، من نگاه میکردم به ایشون اصلا از حتی جزئیات، از سبک زندگی کردن، حالا هرچی تونستم بالاخره که اینقدر این تاریخچه رو ادامه بدیم، تاریخ شفاهی صنعت کاشی و سرامیک رو ما به صورت هم فایل ویدئویی، هم فایل تصویری، هم و هم چاپ در نشریه که به یادگار بمونه از صنعتمون.